هیچ شکی نیست که در کشور عزیز ما بسیار ظلم میشه به نام اسلام، به نام دین. از آدرس دین خیلی کارهایی را انجام میدن. شما باور کنید بعضی وقت آدم که میبینه مایوس میشه که چرا دینی به ایزیگاهی به ای پاکی چرا ازش اینقدر سوء استفاده میشه. مثلا در بعضی موارد میبینه که به حق خانم ها ظلم میشه، در بعضی موارد به حق اطفال ظلم میشه، در بعضی موارد به حق بزرگان ظلم میشه تا و از آدرس های مختلف. و هیچ شکی نیست که اطفال یکی از یک قشری ضعیف و ناتوانند در هر جامعه که توان دفاع از خود ندارند. به همون لحاظ مسئولیتی دفاع از اطفال به عهده پدران مادران اونها گذاشته شده. ولی اونها اگر طفلی پدر و مادری نداره، مسئولیت حفاظت به پاسداری از او، به دفاع از او، به عهده حکومت است که باید از او دفاع بکنه. مور بی سرپرست به هیچ شرایطی نگذارد. به همون لحاظ تاکید قرآن بر روی است که حتی اذا بلغ الحلم، تا زمانی که طفلکا با مثلا اگر یتیم است، تا زمانی که به عاقل و بالغ میشه باید اون نیاز به سرپرست داره یا کسی از اون مراقبت و محافظت بکنه. و شما بارها دیدید سوی استفاده از اطفال در بسیاری از موارد، حتی در مکاتب. خیلی از معلمین ناسپاس، نادان، جاهل، معلمی که رفته که باید برای اون طفل علم بیاموزه، ادب بیاموزه، اخلاق بیاموزه، تربیت رو برش نشان بده، انسانیت رو نشان بده، خودش اون طفل رو برای انحراف برده، ازش سوء استفاده کرده. حتی سوء استفاده جنسی. یا مثلا در مجالس خوشی، امروز در افغانستان در اکثر مجالس برید ببینید که طفلکایی که به اصطلاح زیبایی مقبول ترن، اینا حتی بچه‌ها رو لباس زنانه میپوشانن، به اصطلاح پای اینا رو زنگوله بسته میکنن، از اینها صدها سوء استفاده میکنن، حتی تجاوز جنسی میکنن، اینها رو به اصطلاح به سر از اینا عشق بازی میکنن، در حالی که اسلام ما از این کارها مبرا بیزار است و از چنین مسلمان اسلام بیزاره که چنین کارها رو میکنن به نام دین. و شما میبینید اینا حتی به خاطر شادی خودی کارو میکنن، طفلکای زیر 15 ساله میبرن میرخسانن. یا در مساجد، مدارس، خیلی کسایی بودن که از آدرس دین فروشی کردن، به نام دین تظاهر دینی کردن، آمدن برای یک طفل تجاوز کردن و بعدن به اصطلاح مردم هم خواست خدا خواسته به و مله ها رو ببینید که طفلار تجاوز کردن، که در مدارس چنین کردن، که به اصطلاح با کجا چه کار کردن. و ما بارها ای گپر گفتم که فرق نمی کنه ملا اشتباه کنه، معلم اشتباه کنه، انجینر اشتباه کنه، دکتر اشتباه کنه، اشتباه اشتباه است. از هر انسانی که صادر شه کار غلط غلط است. ولی ای به این معنی نیست که اگر یک ملای از نام دین آمد و به نام ملای یک اشتباه یک غلط کرد، شما کل ملا را خط بزنید که والله اینا همه مردم بد هستن. ما بارها این گپ را گفتم، بازم تکرار میکنم خیلی کسای امروز از لباس دین، ریش عالم، لونگی عالم، چپن عالم سوء استفاده میکنن. والله کسای میشناسیم خود ما که یعنی صلاحیت و لیاقتی قدرت خواندن یک سوره قرآن را نداره، ولی در بسیار مواردی از در حتی در مساجد و امامت میده، همون مردم پشت سرش میخوانن، میگه برو الله والله و گردنم الله میگه، هر چی که شد میگه. حالا خب مردم ما مشکل دارن. و این قضیه در مکاتب برید ببینید که معلمینی بد اخلاق وجود داره، در شفاخانه ها برید ببینید که دکترای بد اخلاق وجود، در هر قشری ای هست، تنها نیست که فقط شما بگید که مختص در همون مدارس در مساجد است. بله ما بارها شنیدیم میگه پردیدیم که در مدارس در مساجد هم به قضیه سوی استفاده از اطفال صورت میگیره، ولی اگر مسئولیت حکومت و کسایی که در رأس نظام است، مسئولیت اونهاست که اگر وقتی با سند و ثبوت ثابت میشه که معلم، ملا، دکتر، هر کسی که اشتباه مرتکب شده به اصطلاح باید مجازات بشه. و مجازاتش چیست؟ اسلام عزیز در قرآن، شما برید مراجعه کنید، قرآن میگه که عمل لباتت یا بچه بازی بدترین عمل هست. یعنی حتی بعد زشت است که حیوانی به حیوان انسان انجام نمیده، تا چه جایی که انسانی در برابر انسان چنین کاری انجام بده، اون هم در محل مکانهای دینی مقدس، در مکانهای تعلیمی که از جایی که باید انسانیت ریاد بگیره بیاموزه، در چنین مکانهای ببینید که چی اتفاقات و فجایع صورت میگیره. به همون از الله تبارک و تعالی در قرآن جریان قوم لوط رو ما بیان کرده، میگه که اینها کسایی بودن که عمل بچه بازی داشتن، حتی از دختر متنفر بودن. خیلی کسای از این آدرس امروز حتی به حق زنا و خانم ها هم ظلم میکنن. شما باور بکنید شکایت های آمده پیش ما که زن میگه که خودش میگه شوهرم از این تقاضا کرده که اگر حاضر هستی بریم لباتت کنی خب نیستی طلاقت میده. خب به خاک طلاق میده، باشه طلاق بده، نباید برش تن داد. سوء استفاده گناه گناه هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که با همسرش لواتت میکنه از رحمت خدا به دور است. یا مثلا در ایام نامزدداری میگه والله حالا خوب ایام نامزدداری، یا میگه زن در عادت ماهبار است و نمیفهمه، هزارها دلیل برای خود جور میکنن. وقتی کسی بخواد گناه بکنه برای خود را پیدا میکنن.
یا در موارد دیگر لواطت چی به بزرگ باشه، چی به کوچک باشه، چی به زن باشه، چی به مرد باشه، جرمش بی نهایت بزرگ و از جمله گناهان کبیره مورد لعنت خدا قرار میگیره. حتی الله تبارک و تعالی قوم لوط را سرنگون کرد به می خاطر. فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجاره من سجیل منزود. یا آیه قرآن از سوره هود الله میگه که زمینی که زیر پای اونها بود، شهری که در اونجا اونها زندگی میکردن، حضرت لوط دستور داد با کسایی که باهوش بود، ایمان بودن، همراه ایمان آورده بودن، فتزی شهر بیرون بشه، حتی پشت سرت هم نگاه نکن. و بعد این شهر زیر رو کرد پروردگار. و امطرنا علیها حجاره من سجیل، از آسمان برشان سنگ بارید به سرشان. نظر به همین جرمی که مرتکب شدن بناهن. اما کسی میگه خب اطفال، یک طرف خود طفل است، یک طرف بزرگ است. برای طفل، طفلی که هنوز عاقل و بالغ نشده مجازات نیست از نظر اسلام. برای او کسی است که برش تعرض کرده، تجاوز کرده. چرا؟ او میدانست خود طفل است. حتی گاه وقتی طفلکا را فریب میدن، حتی با یک هدیه کوچک ممکن او را فریب داده باشه، با چند تا کلمه به اصطلاح ناز و نوازش ممکن او را فریب داده باشه. بنابراین این مجازات برای او کسایی است که هم این زمینه را مساعد میکنن، هم به اصطلاح تعرض میکنن، تجاوز میکنن بر اطفال نازنین. از نظر اسلام اشد مجازات است که حتی فقها در مورد زی بعضی میگن که از 40 متر دیوالی باید انداخته بشه، بعضی میگن دیوال بالاش چپه بشه، بعضی میگن که کشته بشه باید به سخت‌ترین حالت، یا کسی که همین جنایت در حق اطفال انجام میده. خب حالا از این بدتر هم جنایاتی است که در حق اطفال امروز انجام میشه. شما تصور بکنید امروز در جنگ‌هایی که در بین مثلا دولت و مخالفین دولت است، چقدر اطفال زایه میشه، کشته میشه. اطفال به هر جا همیشه پایمالن، له میشه. در حالی که اسلام تأکید کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم، حتی اطفال مسلمان رو بگذار که در مورد اطفال کفار هم پیامبر تأکید کرده بود که کسی حق نداره طفل زایه بکنه، به حقوق طفل تعرض بکنه، خدای ناکرده برای طفل مظلوم ظلمی وارد بکنه. و امروز ما شما میبینیم یعنی حداقل چند روزه که در هند شما میبینید اطفال مسلمان ها در چی وضعیتی قرار دارن، در بر ما اطفال مسلمان ها در چی وضعیتی قرار داشتن. یا کسی فکر نکنه بگه والله باز مسلمان ها هستن این ظلم رو مسلمان ها میکنن، بر اطفال تجاوز میکنن. ما منتقدین خیلی زیادی داریم، همیشه انگشت انتقاد اینا سر اسلام است. میگه او دیدی که اون مولا میگه تجاوز کرد برای طفل، اون معلم میگه برای طفل تجاوز کار کرد که کافر نمیکنه. تو برو امروز ببین وضعیت مسلمان ها در هند، چیکو که یه گو پرستا با مسلمان ها چی برخورد دارن، حتی با اطفال. در برما مثلا، حتی در سوریه، در عراق، در افغانستان ما شاهد بودیم که با یک انفجار صدها طفل تکه تکه شد، پارچه پارچه شد. خب این ظلمیست که همه در همه جا میبینی که کفار مداخله دارن، اگر مستقیم نیستن غیر مستقیم مداخله دارن. بنابراین موقف اسلام در برابر کسایی که با اطفال ظلم میکنن، تجاوز میکنن، سوء استفاده میکنن، موقف خیلی شدیدیست. میگه این متجاوزین باید به اشد مجازات یا کشته بشه، یا دستش کوتاه بشه از سر اطفال، یا از دیوار انداخته بشه، یا دیوار بالای چپه بشه. به هر حال هدف ایست که یعنی دف بشه، دست ظالم از سر طفلکای مظلوم باید کوتاه بشه. شما ببینید رسول الله صلی الله علیه وسلم به حد مهربان است، به حد مشفق است برای اطفال. جای نماز جماعت، نماز صبح، در نماز صبح در جماعت پیامبر غالبا خیلی طولانی میخون نماز، حتی گاه وقتی تا 50 آیات، 60 آیات، 70 آیات در نماز میخونده. ولی رسول الله صلی الله علیه و آله صدای گریه طفل میشنوه، از خاطر رحم و شفقتی که برای طفل داره و برای مادر طفل داره نماز کوتاه میکنه. طوری که صحابه میگن ممکن اگه اتفاق پیش اومده باشه، ممکن حادثه پیش اومده باشه. بعد از نماز پرسان میکنن یا رسول الله چرا اینقدر عجله؟ میگه مگر صدای گریه طفل که نشنیدی؟ بنابراین برادران عزیز بزرگوار، متاسفانه در وضع موارد ظلم میشه، مشکلاتی وجود داره. موفق و معید باشید.